بونجور ا توت ای ا توس. سلام به همگی خانم ها توت و به همگی آقایون توس. در این ویدیو قصد دارم در مورد اصطلاحاتی صحبت کنم که فقط و بسیار زیاد بهترین رو بگم در کبک کانادا رایج هست. اگر این موضوعیه که مورد پسندتون هست، پس لطفاً ما رو دنبال کنید. خب، من مریم رفیعی هستم و در این ویدیو اختصاصاً میخوام در مورد اصطلاحاتی صحبت کنم که در کبک، که منطقه‌ای از کانادا هست و فرانسه زبان هست، صحبت کنم. اگه فکر میکنین این موضوعیه و آموزش فرانسه موضوعی که مورد پسند شماست و براتون جالبه، لطفاً تو این کانال سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم لطف بفرمایید بزنید، برای اینکه هر موقع ویدئوی جدیدی اومد شما جز اولین نفرهایی باشین که اون ویدئو رو دریافت میکنید. و حتما منو از اینکه نقاط مثبت و نقاط منفی که خواهد داشت مطلع کنید تا بتونیم با انگیزه بیشتری و با موتیواسیون بیشتری به کار در این زمینه ادامه بدیم. خب، من یه سری اصطلاحات کبکی رو، اصطلاحات فرانسوی که در کبک کانادا بیشتر رایج هست رو در قالب یه دیالوگ آماده کردم. یه دیالوگ بین دو نفر و در انتها اون دیالوگ رو براتون معنی میکنم و اون اصطلاحات رو دونه دونه براتون باز میکنم. و بدون شک دونستن این اصطلاحات خیلی میتونه در فهم زبان اون منطقه و یا بالا بردن اطلاعاتتون از گستردگی فرانسه، زبان فرانسه در دنیا خیلی مؤثر باشه. دونك سی پارتی. Je crois que t'as des bibites. Moi, non. Tout se passe bien. L'affaire est ketchup. Ah, mais moi, je suis tannée. C'est plate. Ça fait un an que j'habite à Montréal et je ne comprends pas les Québécois. Mais non, tu beurre épais, ça prend pas la tête à Papineau. Et puis, ce dont tu as besoin, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube de Mariam Rafii pour avoir plus de renseignements et plus d'expressions québécoises. Alors, c'est tout. Oh, derrière un dialogue, چندین اصطلاحی که بکی داشتیم. میخوام از اول شروع کنم. Je crois que tu as des bibites. Avoir des bibites. Avoir des bibites. Bibites داشتن یه نوع حشر است. برمیگرده به اینکه انگار یه مشکل پروبلم پرسونلی داری، مشکل شخصی فردی داری، با خودت مشکل داری. طرف میگه نه، توس پس بیان، همه چی خوبه. لفر کچپ اینجاست که میشه کبکی. لفر کچپ یعنی همه چیزها مثل سس کچاپه، مثل سس گوجه فرنگی. لفر کچپ یعنی چی؟ لفر کچپ یعنی که توس پس بیان، توت رگله، یعنی همه چی خوبه، حل اگر مشکلی بوده رفع شده. لفر کچپ. طرف مقابل میگه که اما من je suis tanné c'est plate. être tanné ça veut dire تو اینجام رسیده، من تنه هستم. تنه در فرانسه به معنای برونزه شدنه لب دریا، ولی être tanné ici ça veut dire من دیگه به اینجام رسیده دیگه. je suis tanné c'est plate. سپلت یعنی خیلی خسته کننده است. اینم کبکیه. یه ساله که توی مونترال زندگی میکنم ولی هیچی نمیفهمم که کبکی ها چی میگن.
J'habite à Montréal. Ça fait un an que j'habite à Montréal et je ne comprends pas les Québécois. ولی اصلا درک نمی کنم، متوجه نمیشم کبکی ها رو. طرف مقابل میگه که بابا خیلی داری بزرگش میکنی. بوغه اپه. تیبر اپه. تیبر اپه کامم. خیلی داری دیگه اقراق میکنی. بوغه اپه. یعنی که این نونو، این نونی که روش کره میمالن به حالت تارتین، اونو میگن خیلی دیگه داری کرشو زیاد میکنی، خیلی داری پیازاخشو زیاد میکنی. تی باغپه کامم. میگه که این نمیخوای آپولو هوا کنی، که میخوای یه ذره یاد بگیری که اصطلاحات کبکی رو یا لهجهشون یاد بگیری. اینقدر که سخت نیست. نمیخوای آپولو هوا کنی، نمیخوای فیل هوا کنی. سا پرون با لا تت ا پاپینو. Ça prend pas la tête à Papineau. Ça prend pas la tête à Papineau. بچه‌ها Papineau اسم یه شخصه، یک آدم بسیار برجسته کبکی فرانسوی بوده، یعنی فرانسه زبان بوده، کبکی، که خیلی از هوش بالای سر برخوردار بوده، سرشار بوده. بعد از این رو هر موقع کاری خیلی به نظر کسی سخت بیاد از این اصطلاح استفاده می کنند. یعنی که نمیخواد که ذهن و فکر پپینو رو داشته باشی، قرار نیست اینقدر این کار سخت باشه. سابخون پا لتت ا پپینو و راه هر سودون تو ها بزوان سه دو تابونه علشن یوتیوب دو مریم رفی. و اون چیزی که تو نیاز داری، سودون تو بزوان سه دو تابونه، اینه که ابونه بشی. سابونه بچه ها به سابونه یعنی اشتراک گرفتن، سابسکرایب کردن. سه دو تابونه کجا؟ علشن یوتیوب دو. امیدوارم که از این دیالوگ و از این اصطلاحات خوشتون اومده باشه و براتون مفید باشه، براتون فایده داشته باشه، مخصوصا برای کسایی که میدونم، دوستانی که میدونم در استان کبک زندگی میکنن و ممکنه که براشون خیلی سخت باشه درک فرانسوی و درک لهجهشون. سعی میکنیم و برنامه بر اینه که هفته یه بار یه اصطلاح کبکی یا یه چیزی راجع به کبک و در این ویدئو و در این شن، یعنی در این کانال یوتیوب، با هم دیگه به اشتراک بذاریم و امید این که بتونه مفید باشه و راهگشا. اگر این که سابسکرایب نکردید، یادتون رفته و به نظرتون میتونه این مطالب براتون جالب باشه، مفید باشه، تشریف ببرید سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا به محض اینکه یه پست اومد شما جز اولین نفرایی باشید که به اون دسترسی داشته باشید و نظر خودتون رو توی کامنت ها به ما بگید که ما هم راغب‌تر، موتیوتر و پرانگیزه‌تر به راهمون ادامه بدیم. Alors je vous souhaite le meilleur، براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنم. Et à la prochaine vidéo. تا ویدیو بعدی.